ببخشید خانم بوستانی هستن؟ وقت قبلی داری؟ مگه مطب دکتره که وقت قبلی بگیرم؟ آقا مزاحم نشین. من مزاحم نیستم. من مدیر برنامه های یکی از بهترین بازیکنهای تیمشون هستم. با خودشون کار داشتم. الان کار دارم. بشین. بله چشم. پو قدیمی شده، کلش بزن جماعت هم خرج نکن که بیلر بگیری. سلام خانم نسترن بوستانی اینجا هستن؟ از اداره مالیات اومدین؟ لباسش پلیسه ها. بهشون بگیم بیاد مشخص میشه. بفرمایید. خانم نسترن بوستانی شما هستین؟ بله خودم هستم. قضیه چیه؟ شما باید تشریف بیارین که الان تری ازتون شکایت شده. راست میگین؟ راست میگه؟ کی از من شکایت کرده؟ برای چی شکایت کرده؟ تشریف بیارید همه چی اونجا مشخص میشه. سلام خانم خسروی، من دارم میرم، کاری ندارین؟ یه لحظه بیا اینجا بشین. چیزی شده؟ چیزی که نه، فقط خانم خسروی با یه بسته پیشنهادی اومدن اینجا. بسته پیشنهادی دیگه چیه؟ خیره انشالله پسرم. مادرتون به من زنگ زدن گفتن شما قصد ازدواج دارین، از من خواستن اگه خانواده معقول و محترمی میشناسن بهتون معرفی کنم. شما گفتی؟ خب چه اشکالی داره پسرم؟ تو بالاخره باید سر سامون بگیری. کی بهتر از خانم خسروی که میتونم بهترین رو برای با پیدا کنم؟ خانم خسروی اون دختر آخریه کی بود؟ اونو به قباد بگین. آرزو خانم رو میگین شما؟ دختر آقای قربانی؟ آره اونو برای قباد بگین. اون که یه پارچه خانومه، فارغ التحصیل رشته هنره، از این خانواده پر جمعیت و معقول، فقط 6 تا داداش داره. مشکلی ندارین؟ ماشاءالله. نه خیلی ممنون، من کار دارم، باید برم. خانم خسروی به خاطر شما اومده. دستشون درد نکنه، ولی من قصد ازدواج ندارم. خداحافظ. ببین اگه بخوای بری دنبال اون دختری شیرم و حلال زم کنم. شنیدی چی گفتم؟ ولش کن مامان جان، گفتم که خشایار چی گفت، با دختر زدن به تیپ و تاپ هم. من این خانم جوونه، غرور داره، اجازه بدین خودش تصمیم بگیره، منم در خدمتون هستم. به به چطوری شادم؟ چیه ناخوشی؟ مشکل پیش اومده حلش کنم برات. بچه‌ای که بودم همش بابام می‌رفتم تون تون تو اتاق بابام باهاش تلفن صحبت می‌کردم، بهم گفت آخر مگس مگه نه تو الان فهمیدم چه عذابی کشیدی. تو کارکاسی زندگی نداری، همش جمله من رفت زاختای من چی می‌زنی کجا منم با کی میرم؟ اصلا بدون چی برو رد کارت. من که نفهمیدم چی گفتی، ولی یه چیز بهت میگم آویزه گوشت کن. سحر خانم از تو خوشش نمیاد، از رو لج و لج بازی می‌خواد با عروسی کنه. به نظرم خودت علافش نکن. چی تو نگفتی؟ ببین خسارت تو نمیدی. ببین من اصلا نمیدونم دوست میگشتم بیاد اینجا مشاور زندگی من، هر کدوم مرش مشکلش هم نمیدونم با کی باید صحبت کنم. الان تو فهمیدم با کی باید صحبت کنم. ببین من اینجا سوال دیدم، اصلا سوال برام مشکل من هر کدوم که من بدم جواب سوال تو بدم بدم چی جوری. ببین اگه خوش من دقیقاً واسه کی خوش بیاد، من سوال می نه دقیقاً واسه کی خوش بیاد. واقعا نمیفهمم چی میگی. ببین بریم با فاز دیگه صحبت کنم. قشنگ صحبت کنم شما رو صحبت. یواش میگم با فاز دیگه صحبت کنم شما یواشتر شمرده صحبت میکنم تو خشم بتونه بفهمه. یعنی این آره آخر این باری باشه که داری جلوی چشم من سبت جور افتابی میشی، فهمیدی؟ بگر نه نه چی مثلا؟ این آره پات زره داره. آخ باش Thank you.
الو چیه چیکار داری؟ گرفتنش قباد. کیو؟ نسترن خانوم و پلیسا دستگیرش کردن بردن. چی؟ شما واقعا چک نسترن خانوم گذاشتی اجرا؟ فقط چک نسترن نه، چک چند تا بازیکنهای تیم و اعضای کادر فنی هم بود، خریدم گذاشتم اجرا. فکر کنم به چیزی در حدود 1,300,000,400 میشد. برای چی میخندی؟ شما با اینکه مدت زیادی نیست وارد فوتبال شدین ولی قواعد بازی رو خوب یاد گرفتین. منظورتون چیه؟ شما خوب میدونید منظور من چیه. مزاحم همیشگی قباد. بله آقا سیاوش، نسترن خانومو گرفتن. چی؟ نسترن رو گرفتن؟ بله. کدوم کلانتری؟ من الان دارم میرم اونجا. چه آدرسو پیامک میکنم، شما هم خودتو زود برسون. تو لازم نکرده بری اونجا، آدرسو برای من بفرست. میام. تو میخوای بیای اونجا چیکار کنی؟ شما خودت میخوای چیکار کنی؟ الان نمیدونم ولی برم اونجا میفهمم که چیکار باید بکنم. خب پس منم میام با هم میفهمیم دیگه. آدرسو بفرست. من وقتی مدیرشم اولین کاری که میکنم این پسره رو دمشو میگیرم پرتش میکنم بیرون از باشگاه. فکر کنم دیگه نیازی نباشه، قبل شما نسترن این کاری کرده. واقعا؟ چرا؟ دیشب از نسترن خانم خواستگاری کرده. آخه دبلک نسترن دلم براش میسوزه. آخه چقدر باید کم شانس باشی یک همچه آدمی عاشقت بشه. رستمین، اون سه تا گل آخری که برای تیم آذرخ زدی واقعا معرکه بود. بله اون روز یه روز واقعا استثنایی و فوق‌العاده بود. کاش اون روز من افتخار دوستی با شما رو داشتم، حداقل یکی از این گل‌ها رو به شما تقدیم می‌کردم. الان با قدیما خیلی فرق کرده. عشق و علاقه تو کار نیست. طرف با پول و پارتی میاد تو فوتبال، بعدش هم چهار تا عاشقه درست می‌کنه و مشهور میشه و خداحافظ. بله، بد شده واقعا. ببینم چهره شما برای من خیلی آشناست. من شما رو جایی ندیدم. بله من قواده. جناب سروان، ایشون با فوتبالی چه ارتباطی ندارن، الان چاره چیه؟ بله خدمتتون عرض کردم، ایشون شاکی خصوصی دارن، طبق دستور قاضی با سند میتونن آزاد بشن. خب آسیا شما سند خونتون رو بذارین دیگه. قواد جان من سندم گروه بانک برای وام. سند خونه خودشون نمیشه دیگه، چون سدونگش به اسم شاکی همین پرونده است. سدونگش هم به اسم آقای بوستانی بزرگی که کانادا تشریف داره. یعنی هیچ راه دیگه‌ای نداره؟ چرا؟ راهش اینه که رضایت شاکی رو بگیرید. خب پس هیچ راهی نداره. حالا باید چیکار کنیم آقا سیاوش؟ گفت باید رضایت بگیریم دیگه. اون اگه میخواست رضایت بده که شکایت نمی‌کرد. بالاخره هر کسی یه رگ خوابی داره، تو نگران نباش، بسپر اینو به من. اگه رضایت نده چی؟ اون وقت نسترن خانم باید بمونه تو زندان. بخشم میریم از زندان فراریش میدیم. واسه این تاثیر اون فیلم و سریالایی که می‌بینین ها. بابات خداحافظ. کاری چیزی داشتین کمکی می‌خواستین فوری به من زنگ بزنید. خداحافظ. اینه. سلام. سلام پسرم. قباد جان تونستیم براش کاری انجام بدیم؟ خشایا به خدا تو اخبار گفت. دختر بیچاره حقش نبود یه همچی بلایی سرش بیاد. حالا چی میشه؟ هیچی دیگه، گفتم باید سند بذارین تا آزاد شه. خب سند خونه خودشونو بذارن دیگه. اون که نصفش مال باباشه که خارجه، نصفش هم مال شعله است. آقا سیاوش سند نداره؟ سند اونم گروه بانک. فکر کنم حالا حالا باید تو زندون بمونه.
پس طور خدا اگه خبری شد به منم بگین. از دلشوره دارم میمیرم. خدا نگه دارت. سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز. همکنون توجه شما رو به پخش عناوین خبر ورزشی امروز جلب میکنم. مسابقات جهانی والیبال و صعود تیم کشورمان به مرحله یک چهارم نهایی. شکایت خانم شعله نیازی و روانه کردن خانم نسترن بوستانی مدیر عامل باشگاه دلاوران به زندان. اعلام نهایی لیست محروم شدگان این هفته کمیته انضباطی. انتقاد شدید رئیس سازمان لیگ فوتبال. دختر بی وجود، اون طفل معصوم کردی زندان، میمونی یک کلام بگی یک کاری برش بکنم؟ چه خبره مامان شکو، ترسیدم. ترسیدی؟ به جهنم که ترسیدی. من از سرشب تا رو صد بار مردم زنده شدم. خب نمیخواستم اعصابتون خورد بشه، برای همین نگفتم. تو با این کارت غرور یک مادر رو خورد کردی، خدا ازت نگذره. چرا نفرین میکنید؟ من حقمو خواستم، گناه کردم؟ حق تو چیه؟ نابود کردن من بچه‌هام یا آتیش زدن خونه زندگی؟ حق من اون 500 میلیون پول بی زبون و اون چکای بی محلی که دختر شما کشیده و اون وقتی که بابت پسر بی لیاقت شما گذاشتن. حق تو فقط فوش و ناسزاست. برای چی انداختی زندان؟ گفتم یه بار خدمتتون، چک بی محل. در ضمن از توهین و بد و بیرام دست بردارین. صبر منم یه اندازه‌ای داره. مثلا صبر تموشه چی کار می‌خوای بکنی؟ حرمت منو بشکنی؟ دیگه حرمتی نمونده شکسته. وای خواهش میکنم بس کنید. من اصلا حوصله کلکل ندارم. شب بخیر. باز تو ببینم. تو بری با خیال راحت کپه مرکت رو بذاری، اون وقت پاره تن من تو زندان تا صبح بپوسه؟ میگین چی کار کنم؟ شما 1,400,000,000 به من پول بده، من همین الان میرم آزادش میکنم. اگه داشتم صد بربرش میدادم یک دقیقه نسترن تو نمونه. متاسفم. پس کاری از دست من بر نمیاد. الان اگه اجازه بدین من برم استراحت کنم. شعله. بله. بچه منو بیار بیرون. ازت خواهش میکنم نذاریم شمون تو بمونه. من مادر نبودم اما احساسات یه مادر رو درک میکنم. ولی یه تصمیمم تو زندگیم گرفتم، اونم اینه که کارم رو از احساساتم جدا کنم. حرف آخرت اینه؟ بله. یا بچه منو میاری بیرون یا همین امشب خفت میکنم. شکو خانم، میدونید که تهدید به قتلم جرم محسوب میشه؟ مهم نیست، اعدامم بکنه حداقل میدونم قبل از مردنم تو رو کشتم. تمومش کن. تمومش میکنم همین امشب. وصیت تو بکن که دیگه صبحو نمیبینی. خیلی رو مخمی، من اصلا امشب اینجا نمیتونم بمونم. روز خوش نبینی ایشالله که روزگار همه ما رو سیاه کردی. شما تا نفرین میکنی من برم وسایلم جمع کنم. ببین تو مقوله در رو کلن فراموش کن، راحت باش. فکر نمی کردم غم بوستانی اینجوری تأخیرت کنه بابا. درست، اون خیلی به من بد کرد، ولی حقش نبود این بلا سرش بیاد. بابا میگم تو که کاری از دستت بر نمیاد، خب اصلا بهش فکر نکن. نمیخوام بهش فکر کنم، فکرم خودش بهش فکر میکنه. میخوای بشینیم با هم فیفا بزنیم یه 40-50 تا گل خرجم کنی؟ شاید دلت خنک شد. دیگه دل منو هیچی خنک نمیکنه. گرفتن حال بهراد چی؟ بهراد کیه؟ بابا همین خواستگار سرخانوم دیگه، این یارو دیوونه. من پولیش دستم بزنم. آها بهراد. آره اون که بد جوری رد داده. صبح دیدمش یه کارایی میکرد، مطمئن شدم دیوونست. بیچاره سرخانوم. واقعا پدر سرخانوم. ایشون به گردن ما حق داره، معلم ورزش ما بوده. دخترش گناه داره. تو فکر کن اگه با این پسره دیوونه ازدواج بکنه بدبخت بشه، تو رود میشه تو چشاش نگاه کنی؟ آره. بس که بی چشم و روی دیگه. نبودی که نمیومدی با خواهر من ازدواج کنی. خب دوباره شروع نکن. بعد از کاری سر در بیاریم. خب جان من فاز پلیسی بر ندار، حال نداری. قباد. دیدی این در کلن کارایی نداره، توقع بیجا داری. به تو هیچ ربطی نداره. احترام والدین در همه شرایط واجبه. جانم بابا. من و مادرت فکر کردیم که اگه تو اجازه بدی سند خونه رو ببریم بذاریم این نسترن خانم رو آزادش بکنیم.
جدی میگین؟ به شرط اینکه فکرمون دختره رو از سرت بیرون کن. خیالتون راحت، از سرم بیرون کردم، یعنی خودش بیرون کرد، اونم با لگد. پرونده خانم نسترن بوستانی پیش من بسته شد. اگه اینجوریه فردا صبح زنگ میزنه به آقای رستمی، بریم این دختره آزادش کنیم. درست نیست که تو زندان بمونه. دستتون درد نکنه. خب این مشکلم حل شد دیگه، ناراحت نباش دیگه، کاری با من نداری؟ الان نه، ولی فردا خیلی کار داریم. خشایار بیا دیگه. چی کار داری؟ خشایار کری بیا دیگه. خشایار کری. خب جا هر کاری که داری من انجام میدم، فقط برم الان مینا صداش در نیاد باشه؟ دقت کردی تو چیزی جز درد سر برای من نداری؟ خشایار دقت کردی خودت تنت میخوره که فوش بشنوی؟ میگم بابا تا کی باید اینجا بایستی؟ تا هر وقت که بیاد بیرون. آقا اومدیم و تا شب دلش نخواست بیاد بیرون، آقا تکلیف چیه؟ پس تا شب وای میستیم که بیاد بیرون. آدمت هم دیگه نه؟ دقیقا. پس شما با همون 2,000,000 تومان پولی که برای چند ماه به من دادی به این نتیجه رسیدی دیگه نه؟ دقیقا. خب قانع شدم. میگم قوات اگه کار به تعقیب و گریز بکشه درگیرشیم من سلاح ندارم. ما داریم میریم ببینیم کجا میره، نمیریم کبرا 11 بسازیم که. بایشم حواست باشه ممکنه یهو در بره. مادر من میرم کلانتری دنبال کار نسترن خانم. مادر جون تو رو جون هر کی دوست داری قسمت میدم به نوام کمک کن، اون جز من کسی رو نداره. من پیرزنم کاری ازم برنمی جز گریزانی. شما حالتون خوب نیست، رنگتون پریده. تمام دیشب رو نخوابیدم، تا صبح دعا خوندم و گریه کردم. نسترن من مظلومه، ساده است، گل خورده. شما این دختر چموشو نمیشناسی، شوهر میگم. اول پسرم اومد رو بدن کرد، حالا میخواد دخترشو بدبخت کنه. شما نگران نباشین، من هر طوری که هست از زندان میارمش بیرون. زنده باشی پسرم، شوهر هرچی از خودم میخوای بد بده. پاشین مادر، پاشین من تا یه جایی میرسونمتون. نه مادر، میخوام خودم پیاده برم یکم هوا بخورم، شما برو به کارت برس. نه مادر، راه طولانیه، من میرسونمتون. میخوام قدم بزنم، شما برو. من بدون شما نمیرم. پسر مگه تو زبون آدم حالید نیست؟ بهت میگم نوه ما از زندان آزاد کن، بی خودی گیر میدی به من؟ بله قباد جان، میخوای بلندشی شما هم یه ذره زحمت بکشی؟ بشم تمرکز میکردم. نظر تو این پسره کجا داره میره؟ چه میدونم؟ شاید هم داره میره باشگاه بدنسازی، این داروها میزنه حالشون. یه 4 تا استخون آمپول بدنسازی داره. چی مدل کبرا 11 رانندگی کنه؟ بود خیلی هم حالا نزدیک نشه. میگم طرف روانپزشکه. شاید هم خودش مریض باشه. ما میگم الان کجا باید بفهمیم این کجا رفته؟ اینجور جا 1000 تا دکتر داره، هر کدومشون هم یه مطب. کاری نداره که. شما میری تو یواشکی سرک میکشی ببینی تو کدوم مطب رفته. بعدش میای به من میگی.
چرا من باید برم؟ چون تو مدیر برنامه منی. تو چرا همیشه به من زور میگی؟ ببین قوت همیشه اینجوری نمیمونه ها. گهی زین به پشت و گهی زین به پشت. یه موقعی هم ممکنه دنیا یه جوری به کام من بچرخه که شما خوشت نیاد. تموم شد. برو تو. سلام علیکم آقا رستمی. سلام آقا جواد. خب چی شد؟ شماره رو گرفتی؟ شماره رو گرفتم، فقط یه سوال، ارزش ملک شما چقدره؟ اینه 900 میلیون خواستن ندادم. خب پس رفتن اون به دادگاه بیفایده است. چطور مگه؟ الان با کارشناس دادگستری صحبت کردم، گفت حداقل ارزش ملک باید 2,500,000,000 باشه. اوه چه خبره مگه؟ آها الان میفهمم وقتی بهش پیشنهاد دادم 30 میلیون چطور به هم ریخت. شما تقصیری نداری آقا جواد، من همون اول باید به شما میگفتم فوتبال ورزش گرونیه. آقای رستمی من خیلی دلم میخواد به این دختر کمک کنم، خیلی دست تنهاست. شما نگران نباش، من تنهاش نمیذارم، مشکلشو حل میکنم. پس منو بیخبر نذار. روی چشم، فعلا با اجازت. الو. الو سلام. سلام قوات جان. ای بابا چه گیری کرده با بنده خدا. خیلی خوب، خداحافظ. آقا من فهمیدم این رفت تو کدوم مطب، حالا چیکار کنیم؟ سوال داره دیگه. باید بریم تاتوی قضیه رو در بیاریم. چجوری؟ برای توضیح میدم. سلام خانم مشی، حالتون خوبه؟ سلام، امرتون. امر که دوستم آوردم برای ویزیت دیگه. برای امروز که وقت ندارم، نزدیکترین وقتی که میتونم بهتون بدم آخر هفته دیگه است. مشکلش خیلی حاده، تو آخر هفته یکی رو میکشه. مشکلش چیه؟ گاز میگیره. البته ما از این بیمارا زیاد داشتیم، عوارض جام جهانی تحت تاثیر سوارزن. چی اینجوری نگاه میکنی؟ به هیچی. تو به هیچی اینجوری نگاه میکنی؟ چیزی باشه چی کار میکنی؟ آره دیگه مردم آدم حساب نمیکنی، هیچ حساب نمیکنی که دور دیگه فیلم میگیری با همون دکتر مسخره تو میگیری نگه نشون میدی دیوونه مالی. نه اینجوری نیست که هرچی در تو به من بگی پا بایستم بره بره نگاه میکنم که توی کن فوش بخوای بیدی. نه فوش بده. ساکت سرده بزر خجالت بگیز از همه بایستم بره بره من نگاه میکنم همه کارول پر روی من اینجوری نیست که بگی من در اینجا گیر میکنم بگم که بستری شو من بستری من چیزی میزی که بستری شو من حالا خوبه چیزی میزی که شما باید بستری تو اون دکتر مثلا باید دکتر خود رو بستری کنی چون خود مشکل داری من ندارم دکتر فکر من تو پای میسن بره بره هرشی در تو بگیم چون این همه آدم بگیم این دیونه از دکتر این دکتر نیست که پاشو بری خود فقط این دکتر من که سه‌شنبه سه‌شنبه پا میشم این سه‌شنبه دیگه نیست که هم دور سی تو زرد من هم سه‌شنبه پا میشم اینجا در اینجا گر میگرم همین تو فیلی نگوی من ساشن سه این یک دقیقه دیگه سه دیگه من سه‌شنبه ساعت 3 پا میشم اینجا در اینجا گل میگیرم من همه تو کوچک لغم میزنم میرم فکر کنم تو با میتا بره نگاه تو میکنم تو هر چی تو آدم بگی نه داره تو اینجوری نیست که فکر کردی با میتا نگاه کنم خانم خانواده شو گیم اورژانسیه سریعا باید بستری بشه. بله چشم خانم فدوی بفرمایید داخل. ببخشید خانم میتونم بپرسم مشکلشون چی بود؟ واسه چی میخواییم بدونی؟ خانم دوزش این رفیق ماست یا نه؟
نه بابام خیلی بدتر از رفیق شماست. اون بیچاره به خاطر استفاده از قرصای روانگردان کلن سیستم مغز و اعصابش ریخته به هم. تازه دو سه نوبتم توی آسایشگاه بستری شده. هر بارم که میاد بیرون برمیگره به حالت اولش. مثل همین الان. خواست این زن بگیرن. زن بگیرن؟ طرف تعطیل اون وقت میخواد زن بگیره. چه جورم تعطیله؟ نظرت سرخانوم میدونه؟ فکر نکنم بدونه. اگه بفهمه چی میشه؟ حقشو میذاره کف دستش. دخلش اومده. ببین یه کاری میکنیم فکر زن گرفتن از کلش بره بیرون. حسابشو میرسیم. کارش تمومه. چجوری؟ غنچه خانوم؟ خانم غنچه؟ باشگاه دلاوران. شما خواب تشریف داشتین؟ نه بابا خواب کدومه؟ من همیشه وقتی عمیق فکر میکنم چشامو میبندم که تمرکز داشته باشم. خانم شما در مورد من چی فکر کردی؟ من در مورد شما خیلی فکر میکنم. به اینکه به چه چیزایی علاقه دارین؟ از اینجور فکرها رو منظورم نیست. شما منو مجبور میکنید این کار شما رو به خانم نیازی گزارش بدم. تو رو خدا من این کارو نکنی. خانم نیازی دیوونه است میزنه. بله خاک به سرم. منظورم اینه که عصبیه. تو خدا شما به حرف منم گوش بدین. نون منو آجر نکنین. شما اگه منو اخراج کنین من چطوری میتونم خرج مادر مریضم و پدر علیلم و خیلی خوب خیلی خوب ننه من غریبم بازی در نیار. من خودم آدم نون رسونیم. اگه ببینم به کسی میشه اعتماد کرد حاضرم اشتباهاتش هم ندیده بگیرم. به من اعتماد کنی ناامیدتون نمی کنم. اه؟ پس بذار اول مشکل مالی رو حل کنیم. بای شما چقدر سخاوتمندین. چقدر قلب رعوف و مهربونی دارین. حواست باشه دهنت قرص باشه. اون وقت بیشترم گیرت میاد. آقا جون شما اگه برج 160 طبقه میخواستی بسازی الان تموم شده بود. هر روز زنگ میزنی میگی شن نداریم، ماسه نداریم، گش نداریم، پول نداریم. مگه من سر گش نشستم؟ یا تمومش میکنی یا من میدونم. تو سلام. سلام. چه خوب شد اومدین. باتون کار داشتم. در خدمتم. شاینفر تماس گرفت گفت همه کارا رو کرده میخواد قرار بذاره که قراردادو ببندیم تمومش کنیم. خوبه اینطور که معلومه خیلی پیگیرن کارا طبق برنامه پیش بره. شما چه کار کردین؟ با هیئت مدیره حرف زدین؟ آره خیلی دلخورم به خاطر اتفاقی که برای نسترن خانم افتاده. اما مجابشون کردم یه جلسه برگزار کنیم برای انتخاب مدیر. خوبه مثل اینکه دیگه چیزی نمونده با آخرش. آخر چی؟ آخر این در به دری. دوست دارم تکلیفم زودتر مشخص شه. از کابوس دیگه خسته شدم. کابوس؟ من فکر میکردم رسیدن به پول و مقام و ثروت و شهرت بخشی از رویای شیرین شماست. آقای رستمی من از گوشه و کنایه خوشم نمیاد. حرفتون رو روک و راست بزنید. شنیدی میگن دنیای فوتبال؟ چون واقعا مثل دنیا بزرگه. توش همه جور آدمی هست. از دوز و کلاهبردار گرفته تا مؤمن و با خدا. از ورزشکار گرفته تا کاسب و دلال. خوباش بیشترن اما بداش پرکارترن. تو این دنیای هفت رنگ تک رنگا میسوزن. اونی برنده است که باهوش داره مثل تو. الان این تعریف بود یا توهین؟ هیچ کدوم. من هوش تو رو تحسین میکنم. من خیلی وقت تو این دنیای فوتبالم. با همه جور آدمی رفت آمد کردم ولی تو با همشون فرق داری. یه جورایی خاصی متفاوتی. بلدی چجوری با آدم مثل مهره بازی کنی طوری که آب از آب تکون نخوره. اول بوستانی بزرگ بعد دخترش
نکنه نفر بعدی منم ها؟ امروز مثل همیشه نیستین. نه نیستم. خب میشه بگین چتونه؟ تعجب میکنم آدم باهوشی مثل تو هنوز متوجه نشده من چمه. من دیگه باید چی کار کنم تو بفهمی من به علاقه دارم؟ چی گفتی؟ شنیدی چی بهت گفتم؟ من بهت علاقه دارم. انتظارشو نداشتی غافلگیرت کردم؟ شاید، چون انتظارشو نداشتم. راستش منم اصلا از شما انتظار نداشتم. با اون قلب بزرگ و مهربونی که دارید راضی بشید قلب یه نفر دیگه بشکنه. همه اینا رو گفتین که به اینجا برسین؟ نه بابا، من فقط پیرزنی رو دیدم که خیلی غمگین بود به خاطر کاری که شما با نوش کردی. چه شاعرانه، مامان شکر میگی؟ من بهش قول دادم رضایتتون رو میگیرم تا نوش از زندان بیاد بیرون. تو که نمیذاری من بعد قول بشم، میذاری؟